سلام دوستای عزیز، شبتان بخیر. مرحله قدم تا قهرمانی سفرش امشب به پایان رسید. از ابتدای برنامه آواز افغانستان تا کنون ما یک سفر طولانی داشتیم. در حقیقت آواز افغانستان شدن کار ساده نیست، اما نه آنقدر مشکل که شما فکر میکنین، به خاطر که شما انتخاب کردین کی آواز افغانستان شوه. ولی دوستا، اینجا هست آواز افغانستان. برنامه آواز، برنامه‌ای که در حال حاضر پرطرفدارترین و پربیننده‌ترین برنامه رقابتی موسیقی در جهان است. این بار ابتکار طلوع جهت رشد و پربار شدن موسیقی افغانی به طور رسمی و قانونی به افغانستان آورده شد. نظیر این برنامه ها تا حال در تلویزیون های کشورهای همسایه دیدن نشده و این خود نشانه از یک افغانستان آباد و در حال پیشرفت است. بزرگترین برنامه جهانی آواز افغانستان با یاوری یاوران چون عبید جوینده، صدای گرم و گیرای افغانستان، آریانا سعید با روی بهترین سرودها، قیس الفت از خانواده هنر و هنرمند و نظیر خاران آهنگساز و آوازخوان بی‌نظیر با کار و تلاش افغانان با موفقیت اولین فصلش را به پایان می‌رساند. طلوع رسانه‌ای که حالا در خانه هر افغان و در هر گوشه و کنار افغانستان می‌درخشد، با تلاش خستگی ناپذیر برای خوشی شما می‌اندیشد و باز هم امشب جشن موسیقی را برگزار می‌کند. امشب شما بیننده یکی از بزرگترین و هیجانی‌ترین برنامه‌ها در افغانستان هستید. بله، آواز افغانستان. دوستای عزیز، از بین 120 بهترین انتخاب چهار آواز بسیار کار دشوار است، اما یاورای ما زحمت کشیدن چهار بهترین آواز برگزیدن و انتخاب به دست شما ماندن که شما بکی لقب آواز افغانستان میتین. پس زحمات یاورای ما را نباید نادیده بگیریم. به افتخار چهار یاور دوست داشتنی آواز افغانستان یک کف محکم بزنیم. Now
نام خدا دست خار چار یاور دوست داشتنی آواز افغانستان یک کف محکم بزنیم. دوستای عزیز، من در ابتدای برنامه براتون گفتم چار یاور ما هجرا دارن، اما آریانا جان قسمی که ما خبر شدیم 3 روز است که مریض است. آریانا جان شفا باشه. بسیار متاسف هستم که نتونستم امروی یاورای دوست داشتنی در یه آهنگ اشتراک بکنم، به خاطر 3 روز است که من در بستر مریضی بودم و از خاطر آب و هوای آلوده ریزشی نداشتم و بسیار گلون درد بودم. پیش از اینکه سوال دیگه بگویم، میخوام یک کوتاه قصه کنم. من در این وقتا یک کنسرت یک دختر خانم دیدم که امروی عزیز سر استیج آمده بود. اگر وقت بگویم دل ما را خنده گرفت که چی مجبوریت داشتی که کنسرت بدهی، میتونستی کنسلش کنی. و میفهمم که برنامه از یک کنسرت بسیار دور است. اگر کنسرت میبود ما 100% کنسل میکردم، من تو چون فینال برنامه آواز افغانستان است و روز بسیار مهم برای همگی ماست که زحمتای زیاد کشیده بودیم و ما نمیخواستم که هموطنهای عزیز زیر تشویش پرتم که چرا آریانا امروز نیست. از این خاطر از بستر خیستم و در برنامه آمدم و دیگه یکی صدیق جان بر ما بسیار ضرورت داشت در روز آخر. دیگه آهنگ یاورا بسیار مقبول اجرا کردن، بسیار عالی بود. متاسف هستم که نتونستم جز از آهنگ باشم. بازم شفا باشم. از خیلی جان تشکر میکنم. خیلی جان قسمه که خودتان در جریان هستیم، امشب آخرین شب است. از بخیر امشب انتخاب میشه یک نفر به عنوان آواز افغانستان. سفر آواز افغانستان از ابتدا تا کنون چیگونه ارزیابی کردین از دید خودتان؟ والا جای افتخار بود که البته سهم داشتیم در آواز افغانستان، تانستیم که کم ذره کمک به از این جوانا کنیم. واقعیت هر کدام از یا فعلا که در اینجا رسیدن جای ساده نیست، کلشان به زحمت ها رسیدن، خوب خواندن و باید از اینا دمیجا قناعت داشته باشن که در جای رسیدن که کلگی مشناسشانه. آواز افغانستان هر کس که شوه ما به تنش افتخار میکنیم. بسیار تشکر، زنده باشین. آبای جان، از دید شما سهم مردم در انتخاب آواز افغانستان چقدر با اهمیت بود؟ در طول امی مرحله که گذشت ما بسیار وقت بسیار پرهیجان و بسیار پرخاطره داشتیم. در این سفر زیبایی و برجستگی از این خاطره برای ما به این خاطر است که در هر قدمش مردم انعکاسات خود، نظریات خود در هر قدم برای ما میدادن و مردم بسیار دخیل بودن برای ما در هر قدم، نه تنها در داخل افغانستان که در هر نقطه جهان که افغان ها زندگی میکنن، اونا همشان این برنامه را بسیار با دقت میشنیدن و بسیار خود دخیل میدانستن و نظریات بسیار درست و نظریات بسیار خوب میدادن که از او فهمیده میشد که اینا چقدر دقیق گوش میکنن از صدق دل. همیشه هر افغانی که در خونش، در قلبش احساس و محبت وطن به حساب میتپه، این آرزومندی را داره که فرهنگ رشد بدن و فرهنگ تشویق بکنن و حمایت بکنن. به این منظور است که سهمگیری هر افغان ما در این محفل به حساب فرهنگی، در این برنامه های فرهنگی همیشه بسیار ضروری و بسیار مبرم است و از همشان تشکر. در هر قدم با ما بودن و در هر قدم برای ما را حمایت کردن و نظریاتشان همیشه ما را زیاد کمک کرده به خاطر پیشبرد بهتر از این برنامه. بسیار تشکر، زنده باشین. حالا صاحب شما از بین 16 بهترینتان فقط امشب جاوید یوسفی را دارین و سرنوشتشان هم معلوم خواهد شد که کی آواز افغانستان میشه. اگر امشب جاوید یوسفی لقب آواز افغانستان نگیره چی خواهد شد؟ اولتر از همه سلام عرض میکنم خدمت بیننده های تلویزیون طلوع، شنونده های قندول رادیوی آرمان و حاضرین در تالار. همونطوره که شما عزیزا قدم به قدم تا این مرحله امرای ما بودین، انال بسیار بخش مهم و مرحله آخرش است که مثل ما شما هم هیجانی هستین، هر کدامتون که پیش روی تلویزیونایتون ششتین و ما را نگاه میکنین. من فکر میکنم که بر ما زیادتر اهمیت داره که از هر گروپ باشه فرق نمیکنه، چون که افغان هستیم در پیشرفت در تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان آرزوی ماست و در عرصه هنر موسیقی مخصوصا، چون که کلگی افغان است و از هر تیم یک افغان آواز افغانستان میشم افتخار میکنم. بسیار تشکر، از هر چهارتان زنده باشین. دوستای عزیز، شما را زیاد منتظر نمیمانم، امی لحظه اعلان نتیجه را براتان میگم. کسی که امشب لقب آواز افغانستان از آن خود کرده میخواین بفهمین کی است؟ او یک وقفه کوتاه.
بازم خوش آمدید دوستای عزیز. امشب کاملا یک شب به یاد ماندنی هست. همچنان ما امشب در برنامه میمانای ویژه داریم. اعلان نتیجه را فراموش نکنین. امشب فقط یک نفر میتونه آواز افغانستان شوه و او را شما انتخاب کردین. پس امشب ما یک میمان خاص داریم که به دعوت تلویزیون طلوع تشریف آورده. به افتخار الیاس شهنا یک کف محکم بزنین. شوقی ترانم با تو، غزل عاشقانم با تو، پیش چشم تو محو دیدارم، داستان و فسانم با تو. شروع شوقی ترانم با تو، غزل عاشقانم با تو،
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد خوش هستم که امروز در این برنامه سهم دارم. با تمام حاضرین سلام، با تمام بیننده های عزیز برنامه آواز افغانستان که از تلویزیون طلوع به نشر میرسه. برنامه آواز افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ برنامه بسیار خوب است برای رشد جوانان، کسایی که روی برن به موسیقی. استادای بسیار مجرب اینجا تشریف دارن که با کمک از اینا جوانا بسیار خوب رشد میکنن. بسیار تشکر. شانا صاحب میگن اعلان نتیجه را شما آوردین؟ اعلان نتیجه را ولی من همیجه که آمدم برای من یک ورقه که دادن، فکر میکنم دارم اون نام برنده خب میشه ببینم؟ تشکر. دوستا ببینیم اعلان نتیجه خوب برای من رسید. اما دوستای عزیز ما را فریب دادن، این ورقه کاملا سفید است. والا بیره یعنی ورقه برام دادن گفتن نمی نوشته است. خب دوستای عزیز مجبور اینه در زربین ببینیم تا که همکارای ما زربین میاره و ما اعلان و نتیجه را براتون میگم. یک وقفه کوتاه داریم. دوستای عزیز چهاردهم ترین ما میاره براتون آهنگ چهارگانه اجرا میکنه، اما قبل از اون یک سر میزنیم به اتاق قاصدک ببینیم که عبدالله رامکی چی گفتگو داره با این چهاردهم ترین ما. سلام و شبتون بخیر. عبدالله رامکی هستم و در برنامه نهایی شما را خوش آمدید میگم و در کنار ما چهار آواز ناب برنامه آواز افغانستان قرار دارن. سلام و شبتون بخیر. سلام خدمت شما. خوب هستی؟ زنده باشین. تشکر. امشب قراره که ما اطلاع دارم میگن که بر اولین بار آهنگ چهارگانه میخوانین شما. بله دقیق شوندین، یک آهنگ انتخاب کردیم، البته تنی است، شعرش میهنی است، چهار نفر میخوانیم شده. خب آهنگ کی انتخاب کرده و مصری آهنگ چی است؟ آهنگ بر ما جاوید انتخاب کرده. جاوید انتخاب کرده؟ نه خیر، آهنگ فکر کنم که یاورای عزیز بر ما انتخاب کرده. ما انتخاب از اوناست دیگه، ببینیم چی میشه. مصری شبرتان صدیق میگم. مصری شبرتان زمزمه کنم کوتاه.
کلے وطن مو پا دنیا کے قہرمان دے دا افغانستان دے پا منگران دے. بسیار خوب، زیبا، برین، موفق باشین، خوشم باشین، زنده باشین. اگه باز افغانستان باشین خوش باشین. فرشتای خدا را با خدا صدیق الله فرازی، جوان خوشخلق و خوشاوازی که از کابل به برنامه اشتراک کرده. دو یاور او را در مرحله گزینش نادیده انتخاب کردند، اما او آریانا سعید را انتخاب کرد که یاورش باشد. خوبی کار دایی است که من نام خدای قدر شاگرد دارم، کال با دل کلان میتونم بر هر کدام از یک نفر خدا بتونم. مطمئن هستین؟ آفرین. بفرمایید. شد رفتن فاصل میخواهد. در رقابت روبرو حبیب را شکست داد و در برنامه باقی ماند. انتخاب ما صدیق جان است. و دوبار توسط یاورش حفظ شد. او فرهاد دریا را دوست می‌دارد. من قصه دل کو سبحان ندایی از کابل اشتراک کرده و در مرحله گزینش نادیده با استقبال دویاور روبرو شد. عبید جاینده و نظیر خارا. بسیار زیاد دوست دارم که طرف جاینده صاحب. عبید از انتخاب یاورش در مرحله روبرو با بصیر از ولایت هرات به رقابت رفت. عبید از میان این دو سبحان را برگزید. سر و پای آرزویم با در سرایت به نهایت متاثر می باشم که یک شانه هست باید از این برنامه بکنه، منتها در قلب ما همیشه هستیم. سبحان جان نگاه بگیریم. منم ستاره شامو. سبحان در برنامه یک بار توسط یاورش حفظ شد. انتخاب کردن در بین از کار ساده نیست. ما در این مرحله سبحان جان هم رفت. همه ایران آن چشمان سیاه تو، همه ایران آن صورت زیبای تو. دل از مو بردی دل بر دل، دل از مو شد از تو زارو افتر دل، دل از مو. جاوید یوسفی برای به دست آوردن لقب آواز افغانستان با هزاران امید و آرزو از کابل وارد برنامه شد و دو یاور او را انتخاب کردند. اگه می رقم ستایل باش از خودت، اینا به تو آهنگا برای خودت من ارنج میکنم، اینا به تو آهنگا رو برای خودت پرودوس میکنم. هر کسی که انتخاب بکنی آزاد است، آزادانه. ما می خواهیم امرای یوسف فرام. در مرحله روبرو با سمیر خالقی رقابت کرد. او بعد از سه مراحل سخت و دشوار برنامه با مرحله یک قدم تا قهرمانی راه یافت. کسی که میتونه در این برنامه کت ما پیش بره بر نبرد بزرگ 32 نفری، او است آقای جاوید. افتخاره. تشکر. اگر میشد که دردم را برایم. زبیر سرود از شهر کابل وارد برنامه آواز افغانستان شد. صدای زبیر دل هر چهار یاور را لرزاند و هر چهار یاور او را انتخاب کردند. اما زبیر که عاشق کار قیس الفت بود او را برای یاوری برگزید. گلتان دوست دارم، عبید جانم دوست دارم، نزی جانم، استاد نزیرم، آریانا جانم و میخوام در تیم قیس جان باشیم. هرچی از یا فراموشم زهر دوری تو می نوشم. او در مرحله روبرو توانست جاوید را شکست بدهد و پیروز گردد. کسی که ما می خواهیم که کدمه برن در این مرحله در مرحله های دیگر پیشتر باشد زبیر جان سود. زبیر با وجودی که توسط یاورش حفظ نشد باز هم به تلاشش ادامه داد و رأی شما را به دست آورد و حالا به مرحله نهایی راه یافته.
بازم خوش آمدین دوستای عزیز. قسمی که براتون گفتم آواز افغانستان شدن کار بسیار دشوار است، اما چهار بهترین ما با بسیار زحمات زیاد تانستن به مرحله نهایی را پیدا کنند. به افتخار چهار بهترین ما یک کف محکم بزنین. تشکری میکنیم از تیم اتن ما. تشکر از شما. زنده باشین. دوستان به افتخار چهار یاور آواز افغانستان و چهار بهترینشان یک کف محکم بزنین که چقدر مقبول معلوم میشن.
خب دوستای عزیز میخوام کوتاه نظر این یاور صاحبا را داشته باشم به خاطر که آخرین سفر آواز افغانستان از ابتدا از خارا صاحب شروع میکنیم. خارا صاحب نام خدا جاوید یوسفی در پالیتان بسیار مقبول معلوم میشه. آیا فکرش هم میکردین که از بین 16 بهترین در 4 بهترین جاوید یوسفی در کنارتان باشه؟ خدیجه جان شما شاهد برنامه از مرحله اول هستین که ما گپای خود خلاص کنم باز داخل کلمو یک جا یک چک چک میکنیمش پلاک میکنیم صحیح گپای ما خلاص شده همونطور که شما شاهد هستین در مرحله گزینش نادیده ما در روز اول 8 نفر صدایش پیدا کردم فقط تکمه را زدم و انتخاب کردم در روز اول که از اونمونجا ما سرینمی 8 نفر که انتخاب کردم باز در روز سوم و چهارم تقریبا 6-7 نفر دیگه من انتخاب کردم یعنی در مرحله اول زیادترین انتخاب در بین آوازهای از نام ما کردم از او خاطر ما همی 8 نفره که در مرحله دوم ماند سر هر کدام از اینا من حساب میکنم به خاطر که 4 ماه زحمت کشیدم سر هر کدامشان از او خاطر من سر هر کدام از اینا حساب میکنم هر کدامش که در فاینل میامد من افتخار میکنم حالی که جاوید آمده بالکل افتخار میکنم که جاوید جان در گروپ ما آمده در فاینل بسیار تشکر زنده باشین آریانا جان اگر امشب به جای صدیق الله فرازی سلیمان کریمی می بود آریانا هم قخوش می بود؟ بازم همون سوال واقعا از بودن صدیق الله در برنامه ما بسیار خوش هستم یعنی صدیق دقیقا اونمو است که ما از اول برنامه می خواستم و می پالیدم یعنی هر کوالیتی که ما در یک آوازخوان می خواستم که در تیم ما باشه و از تیم ما نمایندگی کنه صدیق همون کس است از این خاطر ما واقعا بسیار خوش هستم بسیار زیاد بسیار تشکر زنده باشین قید جان شما شب و روز زحمت کشیدید که از بین 16 نفر بهترین آوازا را به مردم تقدیم کنین امشب زبید سرود در کنارتان است چی احساس داره؟ بسیار احساس خوشی دارم واقعا یک بچه با تربیه آوازخوان خوب ما افتخار به تیم خود دارم و امشب ما میبینم که نام خدا بچه های گروپ دیگه ما اینجا آمدن جایشان خالی است البته در کار اگر میبودن خوب بودن دیگه زبید جان بهترین است که هستن اینجا خوش هستم که بخیر انشالله آواز افغانستان شود انتظار نتایج هستیم زنده باشین تشکر آبای جان در بین 16 نفر اشتراک کننده پیدا کردن استعداد خوب آواز خوب چقدر سخت است که شما فعلا صبحا ندارین در کنارتان در 16 نفر مشکل نبود یافتنش هر چقدر تعداد کمتر شد و صرف قوی ترین هامون و نخبه هامون باز از برمان مشکل شد در شروع وقتی که 16 نفر داشتیم واضح است که همشان خوب بودن همشان میتونستن بخونن منتها در بینشان تفکیک کردن بسیار کار ساده بود اما وقتی که تنزیل یافت به 8 و باز بالاخره تنزیل یافت به 4 و به 2 او وقت مشکل شد بسیار تشکر از ارچارتان زنده باشید دوستای عزیز امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنین شما انتخاب کردین که کی آواز افغانستان شما قبل از همه یک وقتی کوتاه بگید بازم خوش آمدین دوستای عزیز امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنین امشب ما مهمانای ویژه داریم یک مهمان ویژه ما از کشور دوست کشور همسایه ما تاجیکستان تشریف آورده یک دختر خانم است که بسیار زیاد شما صدایش دوست دارین به افتخار خانم بسنتی یک کف محکم بزنین Come on.
خانم بسندی اجازت خوش آمدید به افغانستان بسیار آهنگ مقبول بسیار زیاد تشکر از تلویزیون تولو که ما را در اینجا دعوت کردن بعدا تشکر میکنیم از این دستگیرانی که در اینجا هستن هنرمندانی که در اینجا نشسته هستن از اینا بسیار زیاد تشکری میکنیم خوش شدم که شما را میبینم بار دیگر به افغانستان آمدم به ارزوی دیدار هستم خب خانم بسنتی میشه درباره آهنگ کم کمکت کم معلومات بده که آهنگ تا همگی بسیار زیاد دوست داره شعرش از کی است کمپوزش از کی است چی وقت ساختش استاد جواد کریمی آهنگم جور کردن کمپوزش هم اونا جور کردن شعرش هم دیگه بعد از کریم کس بدن ما این خوانده نکنیم بسیار عالی از دید خودت برنامه آواز افغانستان چطور است بسیار زیاد خوشم آمد آرزو دارم که از این قدم بهتر شوند از این قدم هنرمندا زیادتر شوند بسیار خوش هستم سلامت باشید خانم بسنتی از این که دعوت ما را پذیرفتی آمدی بسیار زیاد تشکر یک جهان تشکر خوش آمده بسیار زیاد تشکر بفرمایید دوستای عزیز شما را زیاد منتظر ماندم میخوایم اعلان و نتیجه را براتان بگویم آماده استین که بشنوین که امشب لقب آواز افغانستان از آن خود کرده خب میخوایم براتان بگویم اما قبل از اون یک وقفه کوتاه داریم آواز افغانستان آواز افغانستان بازم خوش آمدین دوستای عزیز امشب اعلان و نتیجه را فراموش نکنین قسمی که براتان گفتم ما مهمان ویژه نه مهمانای ویژه داریم مهمانای ویژه ما میایم براتان آهنگ میخونه اشتراک کننده های ما آهنگ چارگانه براتان اجرا کرده اما تنها یک آهنگ هم براتان اجرا میکنه در نخست از زبید سرود تقاضا میکنیم که بیاید سر استیج و آهنگ خود براتان اجرا کنه به افتخار زبید سرود روی تو هم رنگ گل ها نازنین نیست کس مثل تو زیبا نازنین روی تو هم رنگ گل ها نازنین نیست کس مثل تو زیبا نازنین ایک کوز مست شلا نازنین حال ده جان من دلارا نازنین حال ده جان من دلارا نازنین 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 سن نازنین نازنین قندن شیرین سن نازنین نازنینم نازنینم نازنین سوی حال زار من یک دم ببین سوی حال زار من یک دم ببین میزند آتش به دلها نازنین با دو چشمان خمار آلوده آی لبی قلب گم آقا نازنین آی لبی قلب گم آقا نازنین نازنین سن نازنین سن نازنین نازنین قندن شیرین سن نازنین گلرنگا ورد من و نازنین گر ببینه چشم شوخت میرود یوسف از یاد زلیخا نازنین یوسف از یاد زلیخا نازنین نازنینم نازنینم نازنین
سوی حال زار من یک دم بی بی هی احساس داری امشب اعلان و نتیجه است؟ واقعیت احساس بسیار خوشی دارم. ببینم بخیر چی میشه اگر احساس واقعیت احساس خوشی است. بزرگترین آرزوی ما آورده شد که بخاطر از اینکه من امرای استاد بزرگوارم قیس الفت خواندم برای من اینمی کل چیز است.
چطور بود سفر آواز افغانستان؟ فکر میکردی که در مرحله نهایی را پیدا کنی در بین چهار بهترین باشی؟ تمام جوان ها در این برنامه شراکت کرده بودن، همی آرزو رو داشتن و من قلبا بسیار زحمت کشیده بودم که من در آرزو ازی بودم که من در برنامه آواز افغانستان در برنامه نهاییش برسم و با تا جای در آرزوهای خود رسیدیم ببینیم بخیر که چی میشه. خب صبحی جان، اگر میخوایم صادقانه بگویی بغیر از خودت سه اشتراک کننده دیگه کدامش لیاقت آواز افغانستان داره؟ بغیر از خودم بله سهشان بسیار مقبول میخوانم، بسیار دوستای نزدیکم هستن و من خوش دارم خودم باشم. خب فکر کنین که حق انتخاب به دست شما داده شد، کی را انتخاب میکنه؟ انتخاب دست شما داده شد، بازم خودم انتخاب میکنم. خودتانه؟ پس تشکر از شما، برین کار خود اعلان نکنین، خودتان آواز افغانستان. دوستای عزیز، زبای جان از سرود خو گفت که من خود اعلان میکنم که آواز افغانستان هستم، اما از بین سه نفر دیگه میخواین بفهمین که ما براتون بگویم کی آواز افغانستان است؟ میگم اما آلنی بعد از یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدین دوستای عزیز، امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنین. از بین چهار بهترین ما، یک بهترین ما با آرای بلند شما لقب آواز افغانستان از آن خود میکنه. قسمی که براتون گفتم اشتراک کننده های ما امشب براتون اجرا داره. از سبحان ندایی تقاضا میکنیم که بیای آهنگ خود براتون اجرا کنه. به افتخار سبحان ندایی یک کف محکم بزنین. خاک کوچه های کابل در دل برم نشینه دلکش گرسنه بینه. خاک کوچه های کابل در دل برم نشینه دلکش گرسنه بینه. ای فلک ای فلک ای فرشته ای ملک، ای فلک ای فلک ای فرشته ای ملک، ای فلک دست بده کابل آباد کنم، شهر عاشق پیشهار قدم آزاد کنم. به افتخار وطنمون آنجا که یارم پا گذاره گونه هایش گل بیاره، سبز کن آنجا که یارم پا گذاره گونه هایش گل بیاره. خارها را ریشه کن گردان زراهش بر سگی را از نگاهش، خارها را ریشه کن گردان زراهش بر سگی را از نگاهش.
الو ای عشق میزن خدا را بگو هر جا که دیدی آشنا را الو ای عشق میزن خدا را بگو هر جا که دیدی آشنا را کسی جا مهربانی کوچ کرده دل آور ببر این سنگ ما را آمده من ای مهربان ای مهربان ای جاویدان عشق از تعبیر جهان ای مهربان از عشق روشن می شود آبی چشم آسمان از عشق آدم می رسد تا چشم های احساس داری کمرای یاورت آهنگ جوریه اجرا کردیم. در قدم اول سلام تقدیم میکنم به تمام بینده های عزیز تلویزیون طلوع و بعدا افتخار میکنم که کمرای یاورم امروز در این مقام رسیدیم و کمرای یاورم یک جای استاد شدم یک آهنگ خواندم. این به من بزرگترین افتخار است. به خاطر که آرزوی ما همی بود و آرزوی ما تنها نه بلکه از تمام ستاره ها و ما که با آرزوی خود رسیدیم بسیار زیاد خوش هستم امروز. زنده باشین آبای جان. امشب آخرین شب است که سبحان ندایی سر استیج آواز افغانستان آهنگ میخوانه و در کنارتان است. چند فیصد اعتماد دارین که سبحان ندایی تانسته آرای بلند مردمی را به دست آورده لقب آواز افغانستان از آن خود کنه؟ سبحان جان که ما چقدر دوست دارم امروز و به حساب در قلب من نزدیک است. در هر قدم زحمت کشیده پشت کار داشته آدم به حساب با حوصله بوده. ما خودم شخصا کاراکتر دارم که کمک در کار خود جدی هستم و ممکن بعضی وقتا قارم شده باشم و به حساب آزارم داده باشم شده. اما اینا میفهمم ما چقدر دوستشان دارم. هر کدام از اینا برنده هستن امروز، هر کدام از اینا آواز افغانستان هستن
هر کسی که اول میشه برشان ما روزی موفقیت میکنیم اما اینا همشان اول هستن از دیدگاه ما بسیار تشکر زنده باشه سپان جان از آذربایجان هم پرسان کردم به غیر از خودت سه اشتراک کننده دیگه کدامش میتونه لقب آواز افغانستان امشب از آن خود کنه خب این به دوستان معلوم است نه. چون تصمیم از اوناست رقابت ما البته واقعا سالم است همیشه گفتیم پس هر کس که آواز افغانستان شود دوست هستیم بین هم خوش میشیم اگر آذربایجان شوه خوش میشم اگر جاویدان شوه اگر خودم شوم اونا خوش میشن من میفهمم تمام بین یعنی رفاقت بسیار زیاد سمی داریم موافق هستی که ما تو امشب امی لحظه اعلان نتیجه کنیم خب اگر خوش میشی یا خفه اگر میال اعلان نتیجه را ما خودت بگوییم چی پس چی پیش میشم اقصد دیگر اعلان از خودت تشکر زنده باشین دوستا عزیز امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنیم قبل از همه یک وقتی بازم خوش آمدین دوستای عزیز سلام و مجدد به شما عزیزایی که امیل از به برنامه خودتان پیوستین مطمئن هستم که بی سربرانه کنار تلویزیونتان نشسته منتظر اعلان نتیجه هستین اعلان نتیجه را فراموش نکنین دوستای عزیز از بین چهار بهترین ما امشب یک بهترین با آرای بلند شما لقب آواز افغانستان از آن خود میکنه قبل از همه آل از صدیق‌الله فرازی تقاضا میکنیم که بیاید آهنگ خود براتان اجرا کنه به افتخار صدیق‌الله فرازی اگر وقت بگویم خوب نیست همین لذت دست پای میلر زنی در کامرا بگیرینش بخاطر که بسیار پیچکاری شدم در این سه روز و بسیار مرا ضعیف ساخت تشکر بسیار زیاد آریانا جان
تشکر از اینکه با وجود که از اینکه مریض بودین و آمدین در کنار صدق جان صدق جان تنها نماندین، آیا فکر میکنین از بین 16 بهترین تان امروز در مرحله فاینال صدیق در کنارت باشه؟ والا اول فکر نمیکردم چون حد زدن بسیار برای مشکل بود. در هر مرحله که میگذشت یک چیز نو میشد، بسیار به حساب هر هفته ما سرپرایز میشدیم درباره هر چیز، ولی ای که بالاخره کمک خداوند بود و همچنان تمام مردم افغانستان، تمام طرفدارای ما که بر ما رای دادن. البته باید یادآور شوم که ما بسیار اشتراک کننده بسیار خوب در تیم خود داشتم که البته صدیق جان تنها نبودن بلکه چند تن دیگه بود که متاسفانه نمیشد که همگیشون پیش بیان، ولی که صدیق جان در تاپ رسید ما بسیار شکرگزار هستم از تمام کسایی که برش ووت دادن، رای دادن. زنده باشین، سلامت باشین، همگیتون دوست دارم. آره جان، به خاطر که مریض هستی زیاد از پیش خود سوال نمی کنیم. تشکر از شما، زنده باشین. تشکر، تشکر، سلامت باشی. صدیق جان از خودتان بشکر. دوستای عزیز، امشب 4 بهترین ما در برنامه مانده. از بین این 4 بهترین ما، یک بهترین ما با آرای بلند شما لقب آواز افغانستان از آن خود میکنه. خب فکر میکنم که شما را زیاد منتظر ماندیم. من میخوایم اعلان نتیجه را براتان بگویم. صدیق الله فرازی مانده از تیم آریانا جان، زبید سرود از تیم قیز جان الفت، سبحان ندایی از تیم آبای جان جوینده و احمد جاوید یوسفی از تیم نظیر جان خارا. از بین این 4 نفر یکشان بلندترین آرای شما را از آن خود کردن لقب آواز افغانستان امشب از آن خود کرده. اما یک وقتی دوزن بازم شما را خوش آمدید میگم دوستای عزیز. مطمئن هستم که همیتان بی صبرانه منتظر اعلان نتیجه هستین. خب چی کنم دوستای عزیز، میخوایم اعلان نتیجه را براتان بگویم، اما وقفه نمیمانه. خب به هر صورت اعلان نتیجه فقط چند لحظه بعد معلوم خواهد شد، اما قبل از او جاوید یوسفی میاد براتان آهنگ خود اجرا میکنه. به افتخار جاوید یوسفی. فرخار زیبا و قدردانی والا، دختر فرخار زیبا و قدردانی والا، رسم و کار دوستی بهتر تو میدانی والا، رسم و کار دوستی بهتر تو میدانی والا. دختر بامیان من عاشق دیدار تو هم، دختر افغان من عاشق دیدار تو هم، تو سزاوار منی من با خدا یار تو هم، تو سزاوار با خدا یار تو. دختر کابل این چند روز میمان تو هم، باعث این همه مهرت قدردان تو هم، خونیان دل برا مای تابانی بلا، خونیان دل برا مای تابانی بلا، رسم کار دوستی بهتر تو میدانی بلا، رسم کار دوستی بهتر تو میدانی بلا. خواهم که روم وطن گلزار کنم، من که با تو بروم خدمت و ایثار کنم، بیا یک جا برویم تو خوب و خوبانی بلا، بیا یک جا برویم تو خوب و خوبانی بلا، رسم و کار دوستی بهتر تو میدانی بلا، رسم و کار دوستی بهتر تو میدانی بلا.
چشم دشمنان به خلق خار خار من آن سوی مرز مانده دل به قرار من در چشم دشمنان به خلق خار خار من اینجا مهاجرم کس جایم نمیده سے جایم نمیده آن سو گرفت در اما دارو ندار من آن سو گرفت در اما دارو ندار استم وطن داغدار من آن سو نشستم وطن داغدار من آن سو گرفت در همه دارا ندار من شرمندم مرا بکش ای غربت سیا شرمندم مرا بکش ای غربت سیا باد ببر بگوش ای خاکم غبار من باد ببر بگوش ای خاکم غبار آن سوی مرز مانده دل بیقرار من در چشم دشمنان به خلق خار خار من آن سوی مرز مانده دل بیقرار من در چشم دشمنان به خلق خار خار من اینجا مهاجرم کس جایم نمیده اینجا مهاجرم کس جایم نمیده آن سو گرفت در همه دار و ندار من آن سو گرفت در همه دار و تو گرفت در اما دار و ندار من نما خدا بسیار مقبول خب خراسان
چطور هستین؟ چه احساس دارین نمیل ازم؟ منتظر ایلان نتیجه هستین، مطمئن هستم. والا از هر طرف که میشنیم، فقط چی رو میشنیم؟ ایلان نتیجه. نه، یک چیز دیگر رو میشنیم. او چی هست؟ شاید جاوید یوسفی باشه. تک تک قلب یا دوک دوک قلب. آردوش. واقعا همطور است. آردوش اگه پس. خدیجه جان. واقعا ضربان قلب کلگی بلند شده. کلگی صدای قلب خودم میشنود چون مرحله و لحظه بسیار اساس است. در این مرحله کل انتظار است که بفهمه آخری برنامه چی میشه. لکن یک موضوع را فراموش نکنین، در برگزاری انمت و برنامه های تفریح فرهنگی هنری دست بسیار کسایی است که شما اونا را نمیبینین، ما را میبینین. اصلا برنامه را اونا تنظیم کردن بر شما و لحظات را شما کیف میکنین، مزه میکنین و انتظار ختم این برنامه استین. تشکر میکنم یک بار از اونا و تشکر میکنم از تمام دوستای نازنینی که تا این مرحله قدم به قدم قدم به قدم با ما آمدن و ما را تماشا میکنن. دو گپ دیگرم که یادم نره، آهنگ اولی که ما سه نفر خواندیم، جواد جان کریمی تنظیم کرده، مسعود جان هم نقش داشت در تنظیم آهنگ، تشکر میکنم. و آهنگی که آل ما خواندم برای شما، آن سوی مرز مانده دل بیقرار من، در چشم دشمنم بخرد بخلد خار خار من. از سالهای بسیار دور درازه که من در حالت غربت بودم، مسافر بودم، مهاجر بودم، ای آهنگ ساخته بودم. اما شما نگاه کنین که آهنگ تا فعلا نگاه شد و بالاخره در این برنامه خوانده شد. یعنی چندین سال پیش ای آهنگ من درست کردم و امروز با جاوید جان خواندم. جاوید جان چقدر زیبا و مقبول خوان، بسیار زیاد تشکر. بچه مستعد و بچه بسیار خنده. تشکر از شما، زنده باشین. از شما هم تشکر، زنده باشین. از شما هم جاوید جان تشکر، زنده باشین. دوستان عزیز، جا داره که از احمد جواد کریمی سپاسگزاری کنیم که از ابتدای برنامه آواز افغانستان تا کنون موسیقی های اشتراک کننده ما را، موزیک هایشان را ارنج کردن، آماده ساختن. سپاسگزار هستیم ازشان. دوستان عزیز، مطمئن هستم کمی لحظه بی صبرانه منتظر اعلان نتیجه هستین، اما قبل از همه یک وقفه کوتاه داریم. آواز افغانستان. دوستان عزیز، مرحله بسیار اساس است. امشب اعلان نتیجه هست. قبل از اینکه اعلان نتیجه را تماشا کنیم، یک سر میزنیم به اتاق قاستک، میبینیم که عبدالله ایرامکی در چی حال است. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز که تاییدم بیننده آغاز افغانستان هستین و در کنار ما چهار اشتراک کننده که قلبایشان به تپش است که چه وقت کی اعلان میشه و کی از برنامه آواز افغانستان میشه. سلام، چطور است؟ همین لحظه حالتتان رو میخواهیم بپرسم. سلام بر شما. خب جان داریم کل ما، ایران ماندیم. چی گفت؟ به نظرت کی لقب آواز افغانستان میگیره غیر از خودت؟ خب ما تا جایی که شنیدیم فکر میکنم که از همین سه دانه کدام تا خواهد بگیره؟ کدامش؟ از همین سه دانه شاید جاوی جان بگیره. جاوی جان چی فکر میکنی خودت که کی رقیبت است؟ هیچ کس رقیبم نیست. سه تا عزیز، سه تا دلبنده که در پالی استاد هستم، من بسیار دوستشان دارم. یعنی هر کس که مقام از این گپا مگذره، هر کس که مقام آواز افغانستان از آن خود بکنه من خوش میشم. خب باز هم کی رقیبت هم میدونی همین لحظه؟ هیچ کس رقیبم نیست، اما خودم تلاش کردیم، کوشش کردیم که خودم آواز افغانستان باشم. بازم هر کسی که از جوان ها باشه من خوشحال هستم. تا چند لحظه بعد معلوم خواهد شد که کی عنوان آواز افغانستان رو میگیره. با ما باشید. خواستم خوش آمدین دوستان عزیز. لحظه به لحظه نزدیک میشیم به اعلان نتیجه. اما قسمی که براتون گفتم میمونای ویژه داریم. قبل از اعلان نتیجه به افتخار فواد جان رامز یک کف محکم بزنیم. I have صدای
مکونه وای دلم دوگ دوگ مکونه دلم دوگ دوگ مکونه وای دلم دوگ دوگ مکونه افغانستان بعد از چقدر وقت آمدین بازم بسیار خوش آمدین سلامت باشین زنده باشین تشکر سلام عرض میکنم خدمت های داوره عزیز و ناظرین که همیشه را دوست دارم تمام عزیزایی که با ما جمع هستند و هموطن های عزیز ما کمیل اعظم و شما را از طریق پردای تلویزیون میبینه جای بسیار خوشی است که در قدم اول علاقمندی خود مردم ما به هنر موسیقی و ورزش بسیار زیادتر شده و زحمات را که تلویزیون تو رو متقبل میشه دی باره یک امر طبیعی است که نتایج بسیار مثبت در عرصه هنر موسیقی کشور برای ما میرسند. از دید شما برنامه آواز افغانستان چطور است؟ یک برنامه بسیار جالب، دیدنی، بسیار نابتار. خب، میگفوا جان اعلان نتیجه را آوردین؟ اعلان آوردیم، شما میخواین بفهمید؟ خب، یقیناً ما منتظر هستم، بخاطر دوستای ما را زیاد منتظر ماندیم. خب، برتان میتون منتظر کس دیگه نگه؟ برای من میتون یا خودتان میخوانین؟ خب، بتین برای من باید بخوانم؟ منتظر تنها خودتان بخواین با کس دیگه نگه؟ خب صحیح است. دوستا اعلان نتیجه رسید. بعد از چقدر وقت؟ میخواین بفهمین که کی لقب آواز افغانستان از آن خود کرده؟ دوستا یک دو دقیقه منتظر باشین کمی چهار اشتراک کنن. ده خوب یای سر استیج. با افتخار چهار بهترین ما یک کف محکم بزنین. سلام نامش باشه. دوستا چهار اشتراک کنید و بسیار ناز کرده آمدن ما هم ناز کرده برشان اعلان نتیجه را میگم خب
دوستای عزیز چی فکر میکنین امشب کیا از افغانستان شده؟ اعلان خدا دست ما رسیده. میخواین بفهمین کی لقب آواز افغانستان امشب از آن خود کرده؟ دوستان اینجا نوشست و برتان میخوانم. کسی که امشب با بلندترین آرای شما لقب آواز افغانستان از آن خود کرده، خب دوستای عزیز گناه من از دهی نوشست یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید دوستای عزیز، لحظه بسیار حساس، لحظه ای که شما بی صبرانه منتظرش بودین. یک تشکری میکنم از میمانای ویژه ما، شهناز صاحب، خانم بسنتی و فواجان رامز که از راه بسیار دور تشریف آوردن به آخر برنامه آواز افغانستان. قسمی که همتان اطلاع دارین مرحله یک قدم تا قهرمانی به پایان رسید. از بین 32 نفر اشتراک کننده ما زحمت کشیدن، مبارزه کردن، 4 بهترین در کنار ما هست. امشب از بین این 4 بهترین شما انتخاب کردین که کی لقب آواز افغانستان بگیره. دوستا قسمی که میبینین 32 بهترین ما مکمل آمدن امروز، بعضشان در ولایات بود نتونستن بیاین، دیگه مکمل 32 نفر اشتراک کننده سر استیج است. امشب اعلان نتیجه را تماشا کنین که شما انتخاب کردین کی امشب لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. دوستان قبل از او جایزه کسی را که لقب آواز افغانستان از آن خود میکنه براتون میگم. 4 بهترین ما را کمپانی باربود برشان یک ویدیوی کلپ ویدیویی میسازن و برای برنده آواز افغانستان مبلغ 100,000 افغانی کمپانی کابورا پرودکشن و تلویزیون طلوع در نظر گرفته. خب میخواین بفهمین که کی لقب آواز افغانستان را گرفته؟ با 101 نام میخوایم بشنوم، بگوین کی لقب آواز افغانستان را گرفته؟ دوستان شما هستین که تصمیم گرفتین کی به بیشترین آرای شما سریع استیج امشب لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. کسی که امشب لقب آواز افغانستان از آن خود میکنه میفهمین او کی هست؟ کسی که شما بیشترین آرا را برش دادین، کسی را که شما خواستین لقب آواز افغانستان او از آن خود کنه میفهمین کی است؟ خب از فواجان رامز تقاضا میکنیم که نام برنده را برای ما اعلان کنه. فواجان کی است؟ ما خبر ندارم. پیش از اینکه نام برنده را اعلان کنم از همه از دو خواهش میکنم یک دست بسیار بلند به افتخار همین داورای عزیز ما بزنن که واقعا زیاد زحمت کشیدن، زیاد عرق ریختن در این برنامه. موفقیت و پیروزی که امروز میبینیم همیش از عرق ریزی و زحمات این عزیزایی است که پیش ما هستن. یک دست بسیار بلند به افتخار همین داورای عزیز ما. زنده باشید. خب بسیار منتظر مان دوستای ما، باید بگویم که امشب کی بیشترین آرا را گرفته؟ میفهمین کی برنده شده؟ دوستای عزیز لیست برای ما فواجان داده، در این نام خدا نام 4 اشتراک کننده هست، اما شما خواه میفهمین که از 4 اشتراک کننده نمیتونه آواز افغانستان شد، فقط از بین این 4 نفر یک نفر میتونه لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. خب کسی که بیشترین آرا را گرفته و برنده آواز افغانستان است او را فواجان براتون میگه. دوستان عزیز شما را زیاد به انتظار نمیمانیم. به نظر من خو هر 4 تیم برنده هستند، چون همه موفق بودن، نام خدا همه مقبول خواندن، زحمات همه کشیدن، ولی نظر به رای دی و دوستایی که رای دادن از تیم نذیرجان خارا، جاویدجان یوسفی برنده ای مقام و ای
دوستای عزیز برای همه گیتون تبریک میگم. شما انتخاب کردین که جاوید یوسفی لقب آواز افغانستان از آن خود کنه. از صمیم قلب برای خارا صاحب تبریک میگم. خارا صاحب بسیار زیاد تبریک باشه. جاوید جان به خودت همچنان تبریک باشه. ما میخواییم هم به نوبه خود از تمام مردم افغانستان و شما که مخصوصا نماینده هستین و همیشه اومدین در برنامه تشکری کنم و یک جهان سپاس میکنم از تمام یاورای برنامه، از مهمانای نازنین که هر کدامشان با انجره های زیبای خود این برنامه ما را دگام جالب ساخت. ما به خاطر از اینکه تمام مردم افغانستان یک بار از طریق شما لمس کنم میایم دست خود در دستای شما میزنم. پس جمعه بفتخار خارات هست. زور نظیر خارا، زور مردم است. موفق باشین جاوید عزیزی، موفقیت برای تصمیم قلب تبریک میکنم. خدا کنه که با پشتکار، با تلاش، با زحماتت بتانی که اما طور که امروز این مقام آیز کرده میره حفظ کنی و در قلب همه مردم باشی. از صمیم قلب برای تبریک میگم. بفتخارشان یک دست بسیار بلند. بسیار تشکر. زنده باشین. از همه گیتون تشکر. دوستان عزیز، کسی که مقام آواز افغانستان و لقب آواز افغانستان از آن خود کرده یک آهنگ جورایی با یاور خود براتون میخوانم. از تمام میمانای عزیز بسیار تشکر. فواجان رامز، خانم بسنتی، شهناز صاحب، از شما یک جهان سپاس ازی که دعوت ما را پذیرفتن. و بسیار تشکر از شما. زنده باشید. یک پنجره برای سپیدم، یک پنجره برای رها، بی موسیقی، یک آوج، یک صدای تلایی. یک پنجره برای سپیده، پنجره برای بی موسیقی، یک آوج، یک صدای تلایی. Come on, be yours.
آواز افغانستان است.